این خیلی قبلتر که این وای فای و اینا نبود، این کامپیوتر در واقع اینترنت رو ما دیالاب میگفتن بهش دیگه، با میزدیم یه صدای خیلی دلخراشی داشت ایاتون باشه، یه چیزای انگار میخواد یه سری حمله کنن یه رو. بعد ما این جای تلفنمون دور بود، رام بود، میزدیم مثلا تو اتاق مامان این سیمو میزدیم اونجا، میومد تو اتاق من، این یه چیز سیاهی وسط خونه همیشه تو اون تا بود که میخورد پشت کامپیوتر رو، این وصل میشد. بعد اشغال که میزد لمش این بود، بعد میرفتیم اینو در میووردیم دوباره میزدیم، مثلا ساعت 3 صبح همه خواب، بعد میرفتیم در اتاق وام که اینو در میدوره، خلاصه مصیبتی بود و اینا. ما مثلا الان که همه بیچاره بازی و اینا شدن، ما هم با رضا یزدانی بازی میکردیم، یه جزیره داشتیم که توش لشکر داشتیم و اینا. من خواب بودم ساعت 2 شب، رضا یزدانی زنگ زد به رو، الو رضا، گفت علی خوابی؟ گفتم آره. گفت بهت حمله شده، بلند شو. گفتم کجا حمله شده؟ گفت به دهکدت حمله کردن. گفتم کی حمله کرد؟ گفت 32 دقیقه وقت داری نجاتش بدی، این لشکریاتو ببر توی دهکدت. گفتم راست میگی. گفت منم برات کمکی فرستادم. رفتم خلاصه در وا کردم، رفتم تو، این سیمو زدم و مامانم پاشو گفت چی شده؟ گفتم مامان بهم حمله شده. مامانم کجا حمله شده؟ گفتم چیز دهکت بغلی بهم حمله شده. گفتم گندم های اسبام تموم شده، باید برم گندم بهشون بدم، لشکره رو ببرم تو دهکت دومم، والا اسبم میره. گفت دیگه، گفت خیلی خوب، پس دیوانه شدم دیگه قطعا، فکر کرد دیوانه. اینا زدیم و دویدم، رفتم سریع زدم و فلان، این وحش رو استرس، این صدا فلان فلان، اینا وحش صدای ارواح میداد، خاص وحشه صدای کلان همه ارواح ها رو میداد که این وحش کنه. خلاصه اشغال زد دوباره، من دویدم در اتاق مامانم، مامان چی شده؟ گفتم مامان اون حمله، همون حمله هست، اتاق این چیز شده، این وصل نشده به هم دیگه. گفت آه خب خیلی خب، پس تو برو به حملت برس. ما دوباره زدیم ارواح و دوباره انتقال دادیم، وصل شد، وصل شد. رفتم تو دهکده دیدم یه نامه اومده برام، نامه رو باز کردم، یه پسر 11 ساله توش نوشته بود امروز با خاک یکسانت میکنه. بعد زنگ زدم به رضا یزدانی، گفتم که رضا جان، گفت این نامه هم زده، گفت آه جدیه پس قضیه، چیزش زیاده، من این رو کمکی رو فرستادم، تو چیز کن. گفتم که باشه. خلاصه من یه نامه زدم به اون آقاه 11 ساله، گفتم که آقا خوب هستین؟ ببخشید من خیلی عذر میخوام، یه وقت کاری کردم شما ناراحت شدی؟ گفت نه، حال کردم بگیرم دهکدتو. حالا سه از خواب پریدی دهن خشک فلان. گفتم که خیلی خوب باشه دیگه، حالا شما اینقدر عصبانی نباش، من قول میدم همه گندمامو بدم بهت. گفتش نه، من میخوام با خاک یکسانت کنم. خلاصه ما لشکریانمونو 25 دقیقه طول میکشید برسه به اون یکی دهکده‌ای که داشت اون حمله میکرد. خلاصه لشکریان رو انتقال دادیم و رضا هم لشکریاش رو فرستاد و جلوی اون طرف در اومدیم. این اولین در واقع لطمه بود که من از دهکدم خوردم. عید رفتیم با رضا، رفتیم شمال دوباره، فکر کن رشت 13 به در، زنگ زدن بهمون گفتن به جفتتون حمله شده. با رضا، رضا تکو گفت علی؟ گفتم چا؟ گفت به همون حمله شده، کی تو عید حمله میکنه؟ گفتم گفتم نمیدونم دیگه بیچاره، دیگه تو شهر زنگ این خونه این فلان که این، حالا خدا رو شکر الان دیگه
خیلی خلاصش کردم که خیلی وقت رو نگیرم. خدا رو شکر دیگه الان دیگه همه جا موبایل هست و اتک که میشه سریع آنلاین جوابگو هستین، بس ما بدبختی نمیکشین ارواحو منتقل بکنین داخلش. خلاصه تو همون رش ما این بازی ها رو بستیم و دیگه راحت شدیم. میری